سلامی گرم به وسعت تبسم زندگی خدمت شما اندیشمندان و همراهان مشاهیر پارسی. سپاس از اینکه ما رو شریک لحظات خودتون میدونید. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذر آوران را براند به جور. وگر خشم گیرد به کردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. دو کونش یکی قطره در بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به حلم. اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، چو بیگانگانش براند ز پیش. وگر بنده چابک نیاید به کار، عزیزش ندارد خداوندگار. وگر بر رفیقان نباشی شفیق، به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاه لشکرکش از وی بری. ولیکن خداوند بالا و پست، به عصیان در رزق بر کس نبست. عدیم زمین سفره عام اوست، در این خان یغما چه دشمن چه دوست. استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل، حضرت شیخ، شیرین سخن و شیرین زبان از القاب سعدی شیرازی است. نام کاملش ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله متخلص به سعدی می باشد. در سال 585 و یا 606 هجری قمری و 1210 میلادی در شیراز پا به این دنیا نهاد. در خانواده ادیب و عالم رشد یافت و با حمایت پدر به علوم و دانش زمان خود پرداخت. 12 ساله بود که پدرش را از دست داد و تحت نظر جد مادری به ادامه تحصیل پرداخت. ز عهد پدر یادم آید همی، که باران رحمت بر او هر دمی. که در طفلیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم و زر خرید. سعدی مقدمات علوم پایه و شرعی رو در شیراز فرا گرفته و برای ادامه تحصیلات عالیه راهی دانشگاه نظامیه در بغداد شد. این دانشگاه معروف از بزرگترین مراکز علمی و ادبی آن دوره به شمار می رفت. دانشگاه نظامیه پذیرای دانشجویانی چون مفسران، محدثان، وعاظ، حکام و مذکران بود. هوش و نبوغ او سبب شد تا به عنوان دستیار استاد از دستمزد نیز بهره‌مند شود. سعدی علاوه بر تحصیل در این دانشگاه، در محافل علمی و عرفانی دیگری هم شرکت داشت. امام محمد غزالی از مهمترین علوم را به وی آموزش داد و سعدی در گلستان نیز از وی یاد می کند. از دیگر اساتیدی که در عرفان تأثیر به سزایی بر سعدی داشت، میتوان از شهاب الدین عمر سهروردی یاد کرد. سعدی شیرازی پس از تحصیل به سیر و سیاحت پرداخت و در مجالس وعظ میگفت و مردم رو هدایت میکرد. سعدی اهل سفر و کسب علم بود و شاید نابسامانی دوره خوارزمشاهی نیز مزید بر علت بود. سفرهای سعدی حدود سال 620 و 621 آغاز شده و در سال 655 با بازگشت به شیراز پایان یافت. او بارها با پای پیاده به حج رفت. سفرهایش به خاور نزدیک، خاور میانه، هند، حبشه، مصر و احتمالاً ترکستان، آسیای صغیر، آفریقای شمالی، فلسطین، چین و یمن 30 سال به طول انجامید. با توجه به آثار سعدی گمان می رود این سفرها از سمت مشرق آغاز شده و طبق این تصور از راه کرمان، سیستان و خراسان به بلخ رفته. سپس به جنوب شرقی سفر کرده و با عبور از گردنه های کوه بابا به بامیان رسیده
و از آن طریق به هندوستان. اینکه چه مدتی در هند اقامت داشته مشخص نیست، اما مسلماً با یک کشتی تجاری به جزیره کیش رفته. جزیره زیبای کیش در آن زمان مرکز مهم اقتصادی و تجاری ایران زمین بود. سرانجام از کیش مصمم به زیارت مکه می شود. گفته شده بین راه در شهر کوچکی به نام صنعا توقفی داشته و برای بار دوم ازدواج می کنه. حاصل این ازدواج یک فرزند بود که در خردسالی به طور ناگهانی از بین رفت. سعدی اندوه فرزند از دست داده را چنین بیان می کند. به صنعا درم طفلی اندر گذشت، چه گویم کزانم چه بر سر گذشت. قضا نقش یوسف جمالی نکرد، که ماهی گورش چو یونس نخورد. در این باغ سروی نیامد بلند، که باد اجل بیخش از بن نکند. نهالی به 30 سال گردد درخت، ز بیخش برآرد یکی باد سخت. عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت، که چندین گل اندام در خاک خفت. به دل گفتم ای ننگ مردان بمیر، که کودک رود پاک و آلوده پیر. ز سودا و آشفتگی برقدش، برانداختم سنگی از مرقدش. از دست دادن فرزند شیرازه زندگی مشترک سعدی رو از هم پاشید و سفر مرهمی بود بر این داغ. پس از مکه به مصر سفر کرده و با شروع شدن جنگ های صلیبی عازم تونس می شود. سپس با آرام شدن جنگ تصمیم می گیره به شیراز برگرده. در راه بازگشت در بیت المقدس و دمشق توقفی کوتاه داشته و در سال 655 به سرزمین مادری باز می گرده. او که در طی این 30 سال با کوله‌باری از خاطرات و تجارب گوناگون خود را آماده بازگشت می‌کرد، این شعر را سرود. در اقصای گیتی بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه‌ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم. چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. تولای مردان این پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی‌دست رفتن سوی دوستان. به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند. مرا گر تهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. نقدی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنی به کاغذ برند. آنچه که ویژگی خاصی به سعدی می‌دهد متفاوت بودن اشعار و سبک سخنانش است. واژه آرایی و موسیقی بیان در ابیاتش طنز و پندهای آشکار و پنهان شور و حال دیگری به آثار این بزرگوار می‌بخشد. او با دیدگاهی مختص و ذهنی باز پستی‌ها و بلندی‌های جاده زندگی را نور می‌دهد. با پندها و اندرزهایش از گرمی و سردی روزگار مرهمی ناب می‌سازد. یک روی و یک رنگی او تظاهر و ریاکاری را ناپسند و غیر انسانی می‌دونه. او که زبان انتقاد دارد و از پلیدی بیزار، قلبش خانه مهر و محبت است. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کیندم از اوست. سعدی اهل تفره رفتن نیست، او خلاصه و پرمحتوا می سراید. آرایش کلمات در ابیاتش سرشار از اندیشه و تجربه هایی حکیمانه است. سعدی عارفانه در سروده‌هایش درس اخلاق و زندگی می‌دهد. او انسان و انسانیت را با ظرافت خاصش موشکافی می‌کند. ابعاد گوناگون بشر را عمیق و با اصول اخلاقی بررسی و بهترین اندرزها را توشه راه خواننده می‌سازد. شعر بنی آدم را می‌توان یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین اشعار وی دانست. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. فرشی از استاد صیرفیان با این شعر اصیل و پرمعنا که از الیاف طلا وسط این فرش نقش بسته شده در سالن مذاکرات نمایندگان سازمان ملل نصب شده. سعدی شاعری جهان دیده که با تاجران و زائران همراه بود و از بزرگان و اساتید تجربه های فراوان اندوخته بود، با مهارتی بی همتا و سرشار از علم و آگاهی از بزرگترین شاعران و نویسندگان می باشد که دنیای غرب نیز همچون پارسیان به وجودش افتخار می کند. سفرهایش نه تنها در راه طلب علم و دانش بود، بلکه در هر سفر تجربه ای معنوی و خودشناسی برایش به ارمغان داشت. رهاورد این سفرها شامل دانش و تجارب آموزنده وی می باشد که با جان و دل در آثارش به قلم می کشد و هنوز هم مورد پسند عام و خاص است. اونیز همچون فردوسی، مولانا و حافظ گوهری درخشان از سرزمین پارسیان هست که دنیا نمونه ای از آنها را به خود ندیده. تمدن، عشق و خلوص نیت عنصر وجود این رادمردان بوده که با گذر هزاران سال میراثی فناناپذیر را نه تنها به ایرانیان بلکه به جهانیان هدیه دادند. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نیست. گام هر جوینده ای را آخریست، عارفان را منتهای گام نیست. از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغام نیست. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست، میبرد معشوق ما را نام نیست. سر را با جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، وان کجا داند که درد آشام نیست. باد صبح و خاک شیراز آتشیست، هر که را در وی گرفت آرام نیست. خواب بی هنگامت از رو می برد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خود پرستی کمتر از اسنام نیست. سعدی پس از بازگشت به شیراز دو اثر جاودانه گلستان و بوستان رو خلق کرد. از آثار دیگر سعدی قصاید سعدی، دیوان اشعار و چندین اثر دیگر می باشد که در برنامه آینده به آنها می پردازیم. دلهایتان دریایی از عشق و لبهایتان خانه لبخند. تا درودی دیگر، بدرود.